امضای قراردادهای امنیتی با آمریکا و ناتو. خواستهای مبنی بر انحلال شورای عالی صلح. و ترکیه جهت مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی عساکر خود را در سرحد با سوریه جابجا کرد. برام خداوند مهربان سلام و خبرهای این ساعت کابل نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 8 میزان 1393 هجری خورشیدی که برابر است با 30 سپتامبر 2014 میلادی. در قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن تعادل حقوقی در نظر گرفتن نشده است. آگاهان مسائل حقوقی میگویند این قرارداد مشکلات حقوقی زیادی دارد و بر اساس آن حکومت افغانستان در مقایسه با آمریکا در تمام موارد بیشتر ملزم خوانده شده است و واشنگتن در آن مکلفیت کمتر دارد. از سوی هم اعضای پارلمان امضای این قرارداد را مهم میخوانند و برای تطبیق تمام موارد آن خواهان تضمین آمریکا اند، اما برخی افغان ها امضای این قرارداد را تقبیح میکنند و میگویند که باید پیش از امضای آن تمام خواست های حکومت افغانستان پذیرفته میشد. قراردادهای همکاری های امنیتی میان کابل واشنگتن و کابل ناتو پس از چنازنی های زیاد حامد کرزی با حکومت جدید باقی ماند و حکومت اشرف غنی احمدزی 24 ساعت پس از آغاز کار خود این قراردادها را امضا کرد. این قراردادهای جنجالی را با نمایندگی افغانستان از سوی حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، جیمز کننگهام سفیر آمریکا مقیم کابل و نماینده ملکی ناتو امضا شد. بر اساس این قراردادها پس از این به حضور نیروهای ناتو در افغانستان جنبه قانونی داده شد و آمریکا در افغانستان 9 پایگاه نظامی با حضور 12000 سرباز خواهد داشت. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که پس از این حضور نیروهای آمریکایی و ناتو جنبه قانونی را اختیار کرده است. امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا است. به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما، بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که پس از این نیروهای خارجی در افغانستان عملیات خودسرانه انجام نمیدهند و جانب مقابل بر اساس این قرارداد با همکاری های ملکی و نظامی خود با افغانستان ادامه میدهند. قوای بین‌المللی به هیچ یک از اماکن مقدس ما مثل مساجد ما داخل شده نخواهد. حریم زندگی ما یعنی خانه های ما و مساکن ما طبق ارزش های قانون اساسی محفوظ باشد. همچنین قراردادیای ما که از قراردادهای بین المللی قرارداد میگیرن دارای حقوق مشخص و واضح خود باشه. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت این قرارداد رو کاملا به نفع افغانستان میخواند و میگوید به زیان هیچ کشور همسایه نخواهد بود. با در نظر داشتی که صلح و ثبات و امنیت در داخل کشور ما در کشور ما تاثیر مثبت بالای همه همسایه های ما داره، ما فکر میکنیم که نه تنها این قرارداد بر ضد کدام کشور نبوده و نیست و مفاد ازی ضرر صدمی به امنیت و سلامت هیچ کشور نمیرسانه و افغانستان این تعهد با همه همسایه های خود داره که از خاک افغانستان علیه همسایه های ما استفاده نباید شوه. از سوی هم سفیر آمریکا مقیم کابل و نماینده خاص ناتو امضای این قرارداد را آغاز باب فرصت‌های خوب برای افغانستان می‌خوانند و می‌گویند که آمریکا متعهد است که در چوکات این قرارداد در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان کمک کند. آنها می‌گویند که پس از این آمریکا و ناتو در یک چارچوب قانونی در برابر هر گونه تهدید به همکاری‌های خود با افغانستان متعهد هستند و باور آنها این قرارداد به ماموریت آنها جنبه قانونی می‌دهد. در پشت این قرارداد یک ضمانت نیرومند ایالات متحده آمریکا وجود دارد که در هر گونه شرایط با افغانستان همکاری می کند.
ما متعهدیم که در بخش های اقتصادی، ملکی و نظامی با افغانستان کمک میکنیم. این یک فرصت خوب برای افغانستان است و امروز یک باب جدید همکاری مشترک میان کابل و واشنگتن باز شد. ما در چارچوب این قرارداد به یکی دیگر احترام متقابل خواهیم داشت و به منافع یکی دیگر متعهد میباشیم. ناتو پس از سال 2014 مأموریت جدید خود را در افغانستان آغاز می کند که بر اساس آن 12,000 سرباز برای آموزش نیروهای افغان باقی می مانند. ما برای تجهیز نیروهای افغان و حمایت طویل المدت آنها متحد هستیم و به همکاری های خود ادامه خواهیم داد. این یک چوکات حقوقی است که زمینه را برای احترام متقابل میان افغانستان و کشورهای عضو ناتو فراهم می کند. با وجود که مقامات افغان اطمینان می‌دهند که با امضای این قرارداد تهدید در برابر کدام کشور همسایه به وجود نمی‌آید، اما قبل از این برخی از کشورها در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند. حکومت افغانستان با واشنگتن و ناتو قراردادهای امنیتی امضا کرد. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که در چوکات این قرارداد عملیات خودسرانه نیروهای خارجی در افغانستان پایان می‌یابد و زمینه همکاری‌های متقابل با آمریکا فراهم می‌شود. مقامات افغان می‌گویند با امضای این قرارداد حاکمیت ملی افغانستان مسئول می‌شود و به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه استفاده کند. از سوی هم سفیر آمریکا مقیم کابل و نماینده ویژه ملکی ناتو می‌گویند که پس از امضای قرارداد امنیتی میان کابل واشنگتن و کابل ناتو باب جدید همکاری‌ها آغاز می‌شود و آنها به روند آموزش نیروهای افغان و کمک‌های اقتصادی خود با این کشور ادامه خواهند. پس از جنجال‌های 6 ماهه قرارداد امنیتی میان کابل واشنگتن بالاخره امضا گردید و با این کار بر روابط تیره طولانی دو کشور نقطه پایان گذاشته شد. اما این قرارداد برخلاف توقع به سطح رؤسای جمهور و وزران نه، بلکه سوی مقامات پایین رتبه هر دو کشور در ریاست جمهوری امضا گردید. اما گاهی مسائل حقوقی در امضای این قرارداد از سوی مقامات پایین رتبه مشکل نمی‌بینند، اما می‌گویند که بر اساس اصول دیپلماتیک در آن هیچ گونه تعادل رعایت نشده است. کم پیمان چنین امضا شد حقوقی لحاظ نه ستونزه ندرد، ځکه چې دواره کسان دی افغانستان دی حکومت لخوانه یا هم دی امریکای دی حکومت لخوانه پر رسمی توګه معرفي شوی بوده او دی حقوقی لحاظ د صلاحیت درلوده، ولی دی دیپلماتیک و اصول لحاظ کم انډول چې په نننې امضا کې په نظر کې نیول شوی بوده هغه انډول صحیح انډول نه و، ځکه یوې خوانه سفیر و او بل خوانه دی امنیت شورا مشاور. آگاهان مسائل حقوقی انتقاد می کنند که در امضای این قرارداد از عجله کار گرفته شد و بیشتر مسائل حقوقی در آن ناتکمیل باقی مانده است. آنها می گویند که در این قرارداد هیچ گونه تعادل حقوقی در نظر گرفته نشده است و یک نوع اجبار خوانده می شود. این آگاهان می گویند که در قرارداد همکاری های امنیتی در مقایسه با آمریکا حکومت افغانستان بیشتر ملزم خوانده شده است و در بیشتر موارد واشنگتن از مکلفیت معافیت دارد. افغانستان ډیر زیات ملزم کړای دا چې خپل تعهدات وکړي، ولی امریکای خاص الزامیت افغانستان ته په نظر کې نه دی نیولای. هر څه کلمه د خواهد په نظر کې نیول شوی ده. په حقوقي لحاظ نه خواهد په دې معنی ده که جوړ او به کې که جوړ نه ونه به کې هم دا رقم دی تجاوز په باره کې کشیر ته افغانستان باندې نور هیوادونه تجاوز کوي. دیر زیات مشورې په نظر کې نیولې چې مثلا سفیر سره به مشوره کیږي، بیا به وزیر سره مشوره کیږي، بیا به چا سره و چا سره، ډېرې زیاتې مشورې په نظر کې نیولې. از سوی هم اعضای پارلمان امضای این قرارداد را مهم می‌خوانند و می‌گویند که حکومت افغانستان باید برای تطبیق مفادات این قرارداد از امریکا تضمین عملی بگیرد. امیدوارم که اگر میان مقامات پایین رتبه هم امضا میشه، اصل مفاد قرارداد در تمام زوایاش بر افغانستان تأثیرات خود داشته، در غیر صورت یک توافق بیجا و بی معنا و مفهوم خواهد بود. ایالات متحده آمریکا، اردو و مؤسسات امنیتی افغانستان مجهز با سلاح مدرن باید بسازه. از مؤسسات امنیتی افغانستان مثلا اردوی ملی و پلیس ملی که هر روز به خاطر پرچم سه‌رنگ افغانستان خون میتن، از اینا باید حمایت کنه. از سطر سرحدات افغانستان ضمانت کنه که بتونه افغانستان در امنیت کامل به سر ببره. در همین حال برخی افغان‌ها ضمن تقویه امضای این قرارداد میگویند که باید در آن شرایط حکومت افغانستان پذیرفته میشد.
بسیار باید از بسیط رؤسای جمهور امضا میشد، نباید سفیر امریکا اینجا می آمد و قرارداد امضا میکرد. ما چه قسم اطمینان پیدا کنیم که نمی قرارداد که امضا شده و چیزی که در قرارداد است عملی خواهد شد در کشور ما؟ چی مدار اعتبار است که همی قرارداد کمی را امضا کردین یا به می تطبیق میکنن و همی را تطبیق میسازن سر همی کشور؟ این در حالی است که طالبان با نشر اعلامیه ضمن تقبیح این قرارداد اعلام ادامه جنگ با نیروهای خارجی و حکومت جدید را کردند. شماری از آگاهان اعضای شورای ملی و جامعه مدنی می‌خواهند تا شورای عالی صلح منحل اعلام شود. فعالان مدنی و شماری از مقامات پیشین حکومتی می‌گویند این شورا با تشکیلات فعلی نمی‌تواند مخالفان مسلح را به میز مذاکره برای تامین صلح بکشاند و باید در رهبری آن تغییرات به وجود آید. شورای عالی صلح نیز با برشمردن دلایل اصلی عدم موفقیت در پروسه صلح میگوید باید حکومت جدید برای مذاکرات صلح پالیسی را تدوین کند تا منفعت هر دو طرف مذاکره کننده صلح در آن تامین شود. پس از سپری شدن انتخابات و توقف چند ماهی مسئله گفتگوهای صلح با آمدن حکومت جدید و خواست رئیس جمهور احمدزی از طالبان و حزب اسلامی برای حاضر شدن به مذاکرات صلح، این مسئله یک بار دیگر بر سر زبان ها شده است. شورای عالی صلح که سالها برای تامین صلح در کشور تلاش کرده است و هیچ دستاورد هم ندارد، موانع صلح را این گونه برمی شمارد. مشخص نبودن جای زندگی مخالفان مسلح و زندگی کردن آنها در جاهای نامعلوم، درج نام مقامات بلندپایه طالبان در لیست سیاه آمریکا، فراهم نشدن جای مسئول برای مذاکره همه‌جانبه، موجودیت عناصر در داخل شورای عالی صلح که جنگ را نسبت به صلح ترجیح می‌دهند، زندانی ساختن مخالفان مسلح در بگرام و دیگر مقامات آنها بدون انجام جرم و نبود یک صدای واحد از سوی حکومت و جامعه جهانی. یو تعداد پسول که شامل عناصر مقتدر عناصر رو چلت لول نتر اخیر پوری دی جنگ اخته ترجیح ورکوله نسبت پری باندی چه سول را منستسی ترسو چی بین دول مللی طولنه پا اخلاص باندی دی سولی پا ارتباط باندی گامون وانخلی او د افغانستان حکومت په یو خلو باندې په یو ژبه باندې د سولې لپاره خبرې ونی کی ای خاطر وسلوال مخالفین نسی کولای چې یا د افغانستان په حکومت اعتماد وکوي یا په بین المللی ټولنه باندې. یک عضو دیگر شورای عالی صلح و شماری از آگاهان به این باورند که تا زمانی در تشکیلات شورای عالی صلح تغییرات اساسی به وجود نیاید و خارجی ها به شکل درست و صادقانه با حکومت افغانستان همکاری نکنند، رسیدن به صلح دشوار خواهد بود. یک بازنگری شوه که آیا در کدام نقطه ضعف وجود داشته، هرگاه اشتباهات در ترکیب، اشتباهات در کارکرد، اشتباهات در استراتژی وجود داشته باشه، موقعش است که این اشتباهات رفع شوند. خدا شکل نه چې یو پلاوی طالب ته ورور وای او بل بیا دښمن ورته وایي، خو دا رقم پالیسي ناکامه ده، دا رقم پالیسي نه ده ښه. خدای دې وکړي چې یو صحیح لاره ورته پیدا کړي چې په وطن کې سوله راځي، خو یوازې نه وي، اولنۍ زما په خپل فکر قوي سنګر، قوي سنګر او د افغانستان د خلکو پر بل اعتماد او قوي سنګر بیا سوله راتلی شي. د سولې د عالي شورا اکثریت غړي هغه خلک دي چې د طالبانو په نظام کې د طالبانو سره جنګېدل، نو چې پرون په سنګر کې ورسره جنګېدلې، نن یې د سولې د شورا د باندې بد بولي، بیا په سولې شورا کې ورته کښېني او هغه سولې ته رابولي، دا سوله به څنګه امکان ولري؟ زه یې ګمان کوم د دې پر ځای چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د دې څخه نوې طرحه واخلي، دا به ډېره بهتره وي چې دا کمیسون و شورا ګرسره د غړو سره لغوه اعلان کړي. اما شماری از اعضای شورای ملی کشور آمدن صلح در کشور را از همه چیز ضروری می‌دانند، ولی به دلیل موافق نبودن پروسه صلح می‌خواهند شورای عالی صلح منحل اعلام شود. دست یو څوک چې خپل د ولسوالۍ ته ورتلای نسی، خپل کور ته ورتلای نسی او هغه ته راوستل دی غبن صلح کوي، دا نو یو ډراما ده او دا د صلح د راوستلو لپاره یو کرا او معسقه لار نه ده. ما تقاضای ما یست بین نماینده مردم حکومت جدید افغانستان این شورای عالی صلح باید ملغا بکنند. این در حالی است که همزمان با تحلیف رئیس جمهور جدید کشور از طالبان و حزب اسلامی حکمتیار خواست تا برای تامین صلح در کشور برای مذاکره با حکومت افغانستان آماده شوند.
حکومت آینده باید تامین امنیت و محو فساد اداری را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. اعضای مشروع جرگه برای اولین بار از انتقال صلح‌آمیز قدرت استقبال می‌کنند و می‌گویند حکومت وحدت ملی باید پیش از همه خطوط سیاست خارجی خود را روشن و در رابطه خود با همسایگان بازنگری نماید. سناتوران از موقف رئیس جمهور غنی احمد سعی در برابر شورای ملی حمایت می‌کنند و می‌گویند که رئیس جمهور جدید باید بدون توجه به مصلحت‌های سیاسی در حکومت اصلاحات جدی بیاورد. اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی در مورد آینده افغانستان امیدهای تازه‌ای را در رابطه با آینده کشور در میان افغان‌ها به وجود آورده است. اعضای مشان جرگه از موقف رئیس جمهور حمایت می‌کنند، اما می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید طرح عملی را در رابطه با تامین صلح ارائه و یک طرز عمل روشن را برای سیاست خارجی تعیین کند. به دو موضوع باید توجه جدی داشته باشد، یکی ثبات سیاسی و یکی هم تأمین امنیت و یا پیدا نمودن رای حل برای جنگی که همیکنون در افغانستان جریان داره. رئیس جمهور جدید که آمده باید در برابر مداخله پاکستان، در برابر مخالفین یک سیاست جدی و قاطع را ارائه بکنه. اگر مانند رئیس جمهور پیشین سیاست دوگانه را پیش بگیره، پس افغانستان فکر نمی کنیم که ثبات امنیت وجود بیا. اینا برای تطبیق آنچه که دیروز به مردم افغانستان وعده دارن اقدام بکنن، چه در راستای زدودن فساد، از بین بردن فساد است، و چه در راستای تامین امنیت است، و چه در راستای ترقی و تعالی افغانستان و خدمتگزاری به مردم افغانستان است. سناتوران بر سیاست رئیس جمهور کرزی در برابر کشورهای همسایه انتقاد میکنند و میگویند که حکومت جدید باید در سیاست خود در برابر پاکستان بازنگری کند. آنها تا 13 سال گذشته گماشتن افراد در ادارات دولتی بر اساس روابط شخصی و سیاست مصلحتی را عامل عمده فساد اداری می‌خوانند. سناتوران می‌گویند باید با افراد فاسد حکومت محاسبه شود و برای محو این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد. زاده جناب دکتر صاحب د افغانستان د نوی ولس مشر جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمد زی د دې خبرو په کلکه تایید کوم د افغان فایز چې په لوی سرنوالی کې او په محاکمو کې زموږ فساد او تر رسیدل دي او دغه او ټول عدلی او قضایی ادارې باید تر سره جوړ سي او د سره تصفیه سي. پرون چې کومې اشاره یا کومې ټک د ولس مشر د خوا د ملي شورا په عنوان باندې وشو زی تاییدوم او هله مودا ده چې جدي دې ته توجه وکړي. دا بیخي واضح حقیقت د ټول افغانان په دې پیږي چې د ملي شورا او د حکومت هغه غیر مشروع اړیکې دي چې په حکومت تپل شوي دي، حکومت د بعضې استفادې د وجې نه چې د دوی نه استفاده کوي یا دوی ته رایه ورکوي یا دوی سره همکاري کوي. دا حقیقت دی چې د ملي شورا لاسونه که لنډ شي او هغه څه چې قانون ته صلاحیتونه ورکړي دي او مسؤلیتونه یې ورکړي هغې ته متوجه شي. زموږ ارزو دا ده چې په دې کې اقدام وکړي. با وجود آن که از طرح رئیس جمهور احمدزی در مورد اصلاحات استقبال شد، اما آگاهان امور با توجه به تقسیم پست‌های دولتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه این گونه اصلاحات را تا حد ناممکن می‌خوانند. حکومت جدید باید مشکلات را حل کند که تو هنوز لاینحل مانده است. برخی از فعالان مدنی و آگاهان امور سیاسی از حکومت جدید می‌خواهند که به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشانند و مردم را از آنده مشکلاتی که از سال‌ها بدین سوبان دست و گریبانند نجات دهد. از سوی هم ده‌ها تن از جوانان ولایت کندهار با انجام یک راهپیمایی صلح‌آمیز از حکومت جدید خواستند که در بخش جلوگیری از فساد اداری و تطبیق اصلاحات اداری کار جدی کند. در حالی که از تعیین رئیس جمهور جدید و انتقال صلح آمیز قدرت دو روز سپری می شود، افغانهای عام، فعالان مدنی و سیاسون از آن آرزوها و خواستهای زیادی را مطرح می کنند که به گفته آنها باید با آن رسیدگی شود. با وجودی که آنها خدمات و دستاوردهای حامد کرزی رئیس جمهور قبلی را قابل قدر می خوانند، اما از حکومت جدید می خواهند که با آن در مشکلات رسیدگی جدی کنند که از سالهای بدین سو مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و تا هنوز حل نگردیده است. افغانستان به تاریخ که لومړی وار دی چې د یو منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته سیاسي واک ورکول کیږي. د جلالت ماب حامد کرزی نه هم مننه کوم چې په ډیر شهامت یې دغه د واک لیږد تا
ترسره کو. انشاءالله که با تشکیل یه حکومت وحدت ملی شاهد تحقق تمام اهداف و آرمانهایشان باشند و خواهند بود. آنها صلح را بزرگترین خواست افغانها میخوانند و میگویند که ساختار زیر عنوان شورای عالی صلح نتوانست که به خواست آنها پاسخ بدهد، بناً باید این شورا منحل شود. از سوی هم دهاتن از جوانان در ولایت قندهار با انجام مظاهره صلح آمیز از حکومت جدید خواستند که فساد اداری، امنیت، صلح، فراهم آوری زمینه های کاری و تطبیق اصلاحات اداری کاری جدی کنند. تظاهر کنندگان میخواهد که اگر به خواست آنها توجه نشود و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. موږ ټول کنداریان د ملي حکومت څخه د خپل حق غوښتنه کوو او د دې سره په څنګ کې د عامو خلکو په هر اړخ کې دفاع کوو او په خپل هېواد کې د اداري فساد په ضد کلکه مبارزه کوو. ټول به یو ځای دایمي د خپلې خاورې د خپلو خلکو د حق دفاع ته درېږو. این در حالی است که رئیس جمهوری جدید پس از انجام تحلیف در سخنرانی یک ساعته خود صلح و امنیت را در سرخط تمامی اولویت های حکومت خود بیان کرد و تعهد نمود که در این عرصه تلاش های جدی خواهد کرد. ادامه خبرها از جهان. نیروهای ترکی در سرحد با سوریه جابجا شدند. این نیروها پس از آن به مناطق سرحدی فرستاده شدند که در جنگ میان داعش و کردها چند راکت بر خاک ترکیه اصابت کرد. صدر اعظم ترکیه میگوید اگر داعش تهدید به جهان باشد باید مشترکاً از آن جلوگیری شود و فقط با حرف میانتهی غرب کار ساختن نمی‌شود. محکمه مصر 68 تن از حامیان اخوان المسلمین را به حبس محکوم کرد. محکمه میگوید این افراد در تنش‌های سال گذشته دست داشتند که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور قبلی مصر آغاز گردیده بود. این 68 تن متهم به قتل 30 تن و تلاش جهت کشتن 50 تن دیگر در اکتبر سال گذشته اند. از جمله این افراد 63 تن آنان به 15 سال حبس و 5 تن دیگر آنها به 10 سال حبس محکوم شدند. گفتنی است که هزاران تن از حامیان اخوان المسلمین زندانی هستند و عده آنها محکوم به اعدام نیز شدند. حالا من خسار خارجی در برابر پول افغانی و پیشبینی وضعیت آب و هوا. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیم شد. از این که ما را همراهی کردید سپاسگزار هستم. اوقات خوش. خدا نگهدار.